منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از کیل آلمان همراه ما هستند. آقای سهرابی، درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم که کشور بدترین سال آبی خودش رو در 52 سال اخیر در حقیقت قرار هست که بگذرونه، اما همزمان در 17 استان برنج کشت میشه که بیشترین مصرف آب رو داره. درسته. ببینید، متاسفانه توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته از دیرباز بر مبنای شرایط اقلیمی و توان سرزمینی نبوده. حتی قبل از اینکه به برنج بپردازیم، شما نگاه بکنید صنایعی که به آب زیادی نیاز دارن در جاهایی احداث شدن، تأسیس شدن که آب اونجا نیست و مجبور هستن برای تأمین آبشون آبو منتقل بکنن. شما ذوب‌آهن رو دارید، صنایع فولاد رو دارید، صنایع کاشتسازی رو دارید که در مرکز هستن، در زاینده رود، در دو تا استان، در سه تا استان اصفهان و یزد و کرمان که آب کافی وجود ندارد، مجبور هستن از جاهای دیگه، از دامنه‌های زاگرس آبو منتقل بکنم. و جدیدن هم شما شاید تصدیب میخوان از خلیج فارس و دریای عمان به این طرف ها، یعنی هم مرکز هم شرق، آب و هدایت بکنن برای صنایع و این میتونه آثار بسیار زیانباری و برای مبدا داشته باشه. در مقصد هم به تبع این گسترش ما شاهد افزایش جمعیت بوده ایم. وقتی که جمعیت افزایش پیدا میکنه، رد پای آب افزایش پیدا میکنه و وقتی که با مشکل مواجه میشیم، یعنی اون بارندگی ها کم میشه. به قول شما که در گزارشتون بود که ما در 50 سال اخیر چنین شرایطی رو نداشته ایم، معضلات بیشتر خودش نشون میده، هم در مبدا و هم در مقصد با مشکل مواجه میشیم. ببینید به تبع اون باز کشاورزی که در ایران توسعه پیدا کرده، یک کشاورزی بسیار غلط و نامتوازنی بوده. در جاهایی که آب نیست، دوباره رفتن آب و هدایت کردند، سدسازی کردند و گسترش زمینهای کشاورزی آبی رو داریم. برای نمونه ببینید که زمینهای مرتعی رو تبدیل به دیم کردند، دیم رو تبدیل به آبی کردند و همچنان که شما اشاره کردید، اومدن در جاهایی که نباید یک محصولی که آب زیادی لازم داره دارن کش میکنن. اصولا سیاست های در واقع کشاورزی که در ایران بوده، سیاست های غلطی بودن که بر مبنای خودکفایی و امنیت غذایی طراحی شده بودن. یعنی درکی که از امنیت غذایی در ایران بوده، یک درکی بوده که بر حاکمیت مطلق غذایی استوار بوده. یعنی اینا اومدن که کشاورزی رو به این سمت هدایت کردن که ما خودکفا بشیم، در حالی که میتونستن محصولاتی رو وارد بکنن، و یعنی این که ما میتونستیم آب رو وارد بکنیم که مسئله همین است. آقای سهرابی، دقیقا همین مسئله که میفرمایین، حالا یک تعبیر دیگر شو هم دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران امروز مطرح کرد که کسی حتی نامزدهای انتخاباتی بحران آب رو در ایران جدی نمیگیره و بیشتر برنامه‌های توسعه بر پایه نفت مطرح میشه. چرا این مسئله در ایران داره اتفاق میفته؟ خدمتتون عرض کردم توسعه ایران یک توسعه متوازنی نیست. متاسفانه مسائلی که مربوط به آب و محیط زیست هست، مسائلی هستن که به سمت امنیتی شدن رفتن و در حوزه‌ای هست که سپاه پاسداران بیشترین دخالت رو در آن داشته و در شرکت‌هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن و کاندیداها هم میدونن که توانی برای رفع این مشکل ندارن، نمیتونن جلوی توسعه طلبی سپاه پاسداران رو بگیرن. بسیار ممنونم از توضیحات شما، منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از کیل آلمان.